قانونی برای کمک به اقتصاد و بخش خصوصی که درست و کامل اجرا نشد. بر اساس یک تصمیم غیر کارشناسی ما به نقطه رسیده بودیم اکثر خطوط ما با ظرفیت‌های خیلی پایین و یا بعضا تعطیل شده بودن. این مشکل برخی تولیدی ها و شرکت های دولتی است که قرار بود با ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سال 84 به تدریج به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت کوچک و چابک و سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود و بنگاه های اقتصادی سودآور شوند. اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به ویرانه تبدیل شده. کارخونه به روز داده واگذاری کارخونه به افرادهای ناکارآمد. با آغاز خصوصی سازی ها موانع و دست انداز ها یکی یکی در مسیر واگذاری ها خودنمایی کرد. سرمایه گذار هدفش راه اندازی نبوده. به جای اینکه بیان اینجا رو ترمیم بکنن، اموال و دارایی این شرکت رو براشون بردن بیرون فروختن. ارزیابی غیر کارشناسی ارزش شرکت ها موجب واگذاری آنها به کسری از قیمت واقعی شد، از پالایشگاه کرمانشاه تا آلومینیوم المهدی و کشت و صنعت مقان. هکتاری تو شخصی 700 میلیون 800 میلیون اینجا فروختن است. قیمت اسبو به نالش فروختن. به اینها باید بررسی نشدن اهلیت خریداران را هم اضافه کرد، تا جایی که یکی از آنان اخلالگر ارزی از آب درآمد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و سوء مدیریت در واحدهای تولیدی واگذار شده، آنها را به رکود و بیکاری کارگران کشاند. از نیشگر هفت‌تپه تا شرکت بزرگ و قدیمی ماشین سازی هپکو عراق، ماشین آلات راه‌سازی در سال سر جمع 30 تا تولید نداریم. ما موندیم 11 تا 12 سال همش بدون او با مشکلات. اون بنگاه تعطیل شده، دستگاهش فروخته شده، کارگراش رها شدن، زمیناش رفته به سمت فروش. این نشون میده که احتمالاً در اهلیت اون شخص ایرادی وجود داشته یا احتمالاً راه تو فسادی اونجا صورت گرفته. حالا البته مشکلات این واحدها زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته. ما الان 8 تا پرونده از واگذاری بزرگ تو دستور کارمونه، واگذاری که انجام شده برای ما محرز شده، اشکالات اساسی داره واگذاری و برخی از شرکت‌ها و تولیدی‌های واگذار شده در حال احیا شدن هستند. خوشبختانه سال 99 با همت و تلاش کارکنان این شرکت احیا شده. با این حال خصوصی سازی هایی که باید سال 93 به پایان می رسید، حالا تازه به میانه راه رسیده و روندش نیاز به اصلاح دارد. ضمانت اجرایی قانون تقویت کردیم، اختیارات قوه قضاییه رو برای اینکه بتونه جلوگیری کنه از برخی مفاسد و همچنین اختیارات هیئت داوری رو تقویت کردیم. مهمتر از موضوع واگذاری ها در اجرای اصل 44 از بین بردن زمینه های انحصار و تسهیل فرایند های ورود فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است. ما تلاش کردیم از طریق طرح تسهیل صدور مجوزها که در دلش هم فرایندهای طولانی خسته کننده و پرفساد مجوزدهی در دستگاه دولتی رو به حداقل کاهش بدیم و مقررات بی ضابطه‌ای که باعث میشه فعالان اقتصادی همیشه در حالت نااطمینانی به سر ببرند. کارشناسان معتقدند انحراف‌ها در اجرا نباید باعث روی زمین ماندن اصل سیاست‌های اصل 44 شود. برای اینکه تجربه تلخ واگذاری‌های غیر کارشناسی سال‌های گذشته تکرار نشه، چاره ای جز رعایت پیش شرط ها، اجرای دقیق قانون و همینطور اصلاح روش های واگذاری وجود نداره. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.